اونگاه امام باقر سلام الله علیه به شاگردانش روح مجد و عظمت میدهد. بخش مهم تعلیمات اسلامی روح کرامت است. به تعبیر سیدنا استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمود کرامت یک واژه عربی است که معادل فارسی ندارد. کریم غیر از عظیم است، غیر از کبیر است، غیر از محترم است. ما اگر خواستیم کرامت را که یک واژه عربی است معنا کنیم، ناچاریم چند کلمه فارسی را مرکب کنیم و از مرکب کار بسیط ساخته نیم. کرامت باری دارد که لغت عرب اون بار را می کشد. امام پنجم درس کرامت داد. فرمود اگر ظاهرت خوب، باطنت را هم مثل ظاهرت بکن، چون من کان ظاهره ارجح من باطنه. خب میزانو ظاهرش بهتر از باطن بود، این در قیامت ترازوش سبک. بعد فرمود فی ان استطعت ان لا تعامل احدا الا ولک الفضل علیه فافعل. در معاملات، در گفتگوها، در نوشتنها کسی اشکالی به شما کرد، شما طرزی اشکال رو جواب بدی که لک الفضل. نه لک الفضل یعنی ثابت کنی من باسوادترم، نه، ثابت کنی کریمتری. اشکالی کرد کریمانه حل کن. برخوردهای مالی و غیر مالی کاری کنی که دستت بگیر نباشه، دست بخشنده داشته باشه. میخوای مقالتی را رد کنی، کریمانه رد کن. چیزی را از کسی گرفتی، افضلی از اون را بده، دست بگیر نداشته باشه. هر کسی در هر شرایطی با هر کسی معامله میکنی، خواه معامله علمی، خواه معامله اخلاقی، خواه معامله مالی، بکوش که بلکل فضل. بعد فرمود لو علم ما علم السائل ما فی المسئله ما سأل احد احدا، ولو علم ولو یغلب المسئول ما فی المنع ما منع احد احدا. اگر کسی بداند سوال چقدر بده، هیچ کسی از غیر خدا سوال نمی‌کند. و اگر کسی بداند منع کردن چقدر بده، هیچ کسی هیچ سائلی رو منع نمی‌کند. درس کرم می‌دهد امام باقر.